با سلامی سرشار از سمیمیت در این سهشنبه شب میهن به شما هم میهنان در همه جای جهان برنامه های خبری تحلیلی ایران فردا را میگوشهیم با دفتر شمگاهی صفحه یک که کاوشی است بر بین سطور رسانه های چاپی هر روز تهران نخواست مروری خواهیم داشت بر سرفصل اهم عناوین و مطالب برگزیده امشب باستاب گسترده اظهارات آیت الله علی خابنئی در جمع همافران نیروی هوا نیروز که با همسانی و همپوشانی صحنه بیعت همافران با خمینی در سال 57 به نوعی استمرار و اقتدار را به ذهن مخاطب متبادر می کرد ها به پخش نیمه تمام سخنان حسن روحانی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به هنگام تقدیر از مردان هسته کماکان موجی از جنجال های انتخاباتی با کش و قوس‌های های رد و تایید صلاحیت و اطلاف ها با انتشار پیام مشترک متحری و عارف دعوت چند باره نیروهای مسلم به اصلاح طلبان برای مشارکت در انتخابات پیش روی با تازه ترین اظهار موضع انتخاباتی خاتمی رئیس جمهور اسبق علا رغم به تعبیر وی همه دلخوری ها دیدار نخست وزیر چپ و منتصب بردوگاه اردوگاه کمونیسم سوسیالیسم اروپا یونان در سکوت خبری رسانه های چاپی تهران و رویدادهای چند از حوزه های اجتماعی از جمله ماجرای جدید در عرصه راند، خاری ها با ورود 700 ماشین پورشه از سوی یک زن مرز نشین مجموعه مطالب برگزیده امشب سهشنبه بیستم بهمن ماه یورانی برابر با نهم فوریه 2016 میلادی است که در طول 20 دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید تا بازخانی مشروع خبرها و نظرها همچون همه شب با ما باشید و بنشینید به خانه ها باز خواهیم گشت با درودی دوباره همینا که مروری خواهیم داشت بر خبرهای کوتاه پخش نیمه تمام سخنان روحانی از جمله رویدادهایی بود که حتی نهاد رسانه‌ای تحت امر رهبری ایران یعنی صدا و سیما رو نیز مجبور به پاسخ کرد پیشتر روزنامه دولتی ایران در یک گلایه نگاشتی اشاره کرده بود که در واقع در واکنش به همین اقدام تلویزیون نوشته بود که بنا به اعلام قبلی قرار بود سخنان رئیس جمهوری از شبکه خبر پخش شود ولی صدا و سیما از پخش آن سر باز زد و طبق گفته ی منابع غیر رسمی مسئولان جامعه بهان این تصمیم خود رو نیز روی کرده انتخاباتی سخنان حسن روحانی عنوان کردند این در حالی است که در تازه ترین واکنش داوود نعمتی انارکی مدیر کل روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در توضیحی راجع به علت پخش نشدن کامل سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مراسم تجلیل از خانواده جانباختگان هسته‌ای یا به تعبیری شهدای هسته‌ای و افتخار آفرینان برجام دلیل این کار را کاندیدا بودن آقای روحانی برای مجلس خبرگان دانست نعمتی انارکی دوشنبه 19 بهمن اشاره کرد که روحانی خود نامزد خبرگان هست بنابراین اگر در برنامه هایی که به نوعی حزبی محسوب شود سخنرانی دارند نبایست انتظار داشت که تمام سخنرانی ایشان به طور کامل پخش شود شبکه خبر تلویزیون سراسری ایران دیروز به پخش قسمت های ابتدایی سخنرانی حسن روحانی در مراسم تجلیل از خانواده جانبختگان هستهی و افتخار آفرینان برجان پرداخت ولی مدتی بعد پخش این سخنرانی را قطع کرد که این کار با انتقاد گسترده ی رسانه های حامی دولت روحانی مواجه شد واکنش ها به نحوه پخش جدیدترین سخنرانی آقای روحانی در حالی صورت گرفت که روز یک شنبه هم سخنرانی رئیس دولت یازدهم در همایش زنان اعتدال و توسعه در تهران از تلویزیون پخش نشده بود در این راستا برخی از روزنامه های حامی دولت در شمارهای امروز خود با عناوین و تیترهایی تن آمیز اظهار نارضایتی آشکاری کرده بودند از جمله روزنامه روزان از این واقعه به عنوان قیچی جام جم روی افتخارات برجام گلایگی کرد و میپرسید که چرا رسانه ملی از پخش سخنان رئیس جمهور و مراسم تقدیر از مذاکره کنندگان هسته ای سر باز زد و اما واکنش ها به چگونگی پوشش مراسم تقدیر از دیپلمات‌های هسته‌ای در نوع خود قابل توجه بود ادبیات به کار گرفته شده و نوع واژگان انتخابی همگی حکایت از خانش های خاص رسانه‌ای در قطب‌های مختلف قدرت در ایران داشت حتی بعضا با واجه های همچون جنرال های هسته ای که گویا رسانه هایی که تمایل به اقتدار نظامی گرایانه داشته باشند با این واژه جلو می اومدن در این میان تندترین تیتر و مطلب انتخابی از سوی روزنامه وطن امروز کار شد که میبینید و با لحنی تمسخرآمیز تعنه زد به افتخار سیمان که اشاره کنایه آکندی داشت به سیمان گرفتن قلب نیروگاه عراق البته به کارگیری واژه سیمان از سوی این روزنامه و همزمان استفاده از است تصویر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی که پیشتر از سوی لایه‌های تندروی دلواپسان تهدید آشکار شده بود که با سیمان دفن خواهد شد تدائی معانی خاصه هم به ذهن می کرد علایه حال در گزارش اصلی شماره امروز وطن امروز به بخش از, از اظهارات روحانی که حاوی کلامی ایدئولوژیک بود و یادآور سخنان غیر دیپلماتیک محمود احمدی نژاد بود برجسته شد جایی که حسن روحانی گفته بود میگویند با برجام دولت برای ملت رفاه بیاورد مگر برجام را ما آورده ایم برجام را خدا آورد که این بخش از اظهارات روحانی حتی مرتعجب و اعتراض بسیاری از کاربران شهر شبکه ها نیز واقع شد و نسبت به همپوشانی کلامی رؤسای جمهوری ایران چه احمدی نژادی که به خرافه گویی و دولت امام زمانی مزین بود و چه دولت روحانی که به تکنوکراسی حد عقلی و میانه و معتدل به تعبیری مفتخر است نسبت به این نوع ادبیات اعتراض شده بود ادامه می دهیم و ورق میزنیم با سایر مطالب برگزید. دیگه امشب انتخابات ایران و دعوت ها حول مشارکت حد اکثری خود منجر به تحلیل ها و واکنش های گسترده از سوی نیروهای مختلف سیاسی گردید در حالی که از سوی اردوگاه اصولگرایان نوعی سکوت و سنگینی خاص نسبت به مشارکت شهروندان انتخاب شده که همگان مستحضرید که تعداد زیاد نامزدها رو حتی ایراد گرفته بودند برعکس در کمپ اصلاح طلبان علا رقم گستردهشان که حتی نامزد به اندازه کافی برای ارائه لیست مشترک ندارند اما به مشارکت گسترده دعوت می شود تا جایی که به نقل از خاتمی نیز اعلام شد که علا رقم همه دلخوری ها قصد من شرکت و حضور و حمایت همه جانبه از انتخابات است در تازه ترین خبرها روزنامه وقایع اتفاقیه به نقل از عبدالله ناصری خبر داد که لیست اصلاح طلبان بسته شد کیهان به اینان تاخت که دروغ میگویند از سوی گفته بودند که تعداد کافی نداریم از سوی میگوین لیست بستیم پیشتر نیز از سوی صوفی رئیس ستاد اصلاح طلبان اعلام شد که با شناسایی شخص به شخص ثبت نام کنندگان از طریق شهر شبکه ها و جهان مجازی و شبکه های اجتماعی اصلاح طلبان در صدد آنند که بتوانند تیمی و طیفی از همسویان و هماندیشان خیش گرد آورند عبدالله ناصری در این گفتگو از جایگزینی زنان و جوانان به جای رد صلاحیت شده ها خبر داده بود در این میان روزنامه وقایع اتفاقیه در نوشتاری تحلیلی نیز به لزوم حضور شهروندان تأکید کرد ابراهیم امینی ستون نویس ادواری امروز وقای اتفاقیه در واقع روزنامه ایست پیش کمپ تحول در یادداشت اصلی صفحه یک با عنوان صندوق رای تنها راه تحقق دموکراسی گلایه کرد که برخی نیروهای توانمند و نخبه کشور که جز خدمت به کشور و تلاش برای توسعه همه جانبه مملکت هدفی ندارند از عرصه رقابت حذف شدند نویسنده در بخش از این نوشتار با تأکید بر اینکه با وجود همه ی بی مهری ها قهر با صندوق های رای و شرکت نکردن در انتخابات طیف مقابل را به اهداف خود نزدیک تر می کند نوشته بود مگر نه این است که استقرار دولت اصلاحات در سال 76 و دولت تدبیر و امید در سال 92 از طریق همین صندوق های رای میسر شده است نویسنده در پایان پیشنهاد و تمنا کرد که اکنون که کسانی که دل در گرو مملکت دارند با وجود همه ناخرسندی ها بایستی با حضور در پای صندوق های رای هماسه خلق کنند و با رای به خیر تلاش کنند دولت تدبیر و امید رو برای تحقق برنامه هایی که به شهروندان و داد یاری کنند چرا که هر گونه تغییر در شیوه اداره کشور از منظر وی از طریق صندوق های رای امکان پذیر است که البته انتظار بسیار حد اکثری و غیر قابل واقعی بوده است روزنامه ابتکار با مطلبی متنوع هم انتخاباتی و هم نظامی آراسته شد این روزنامه از لیست پایداری و سلگرایی خبر داد که اشاره مشروحی داشت به تازه ترین اعتلاف های صورت گرفته در اردوگاه اصولگرایان که عمده اعضای اعتلاف کرده از جبهه تندروهای پایداری ها هستند و حتی علی لاریجانی را نیز در آن لیست راهی نیست جز دو عضو می میتوان گفت به طور یک پارچه ای لیست جبهه پایداری نزدیک به فرقه مصباحیه و پشتیبانان محمود احمد نژاد هستند. در این میان سرمقاله اصلی روزنامه ابتکار نیز به موضوع انتخاباتی و بر لزوم حضور شهروندان در انتخابات پیش روی و ضرورت مشارکت هرچه بیشتر تاکید شد تحریر شد مهدی نیاکی در سرمقاله ابتکار با ذکر مصادیق تاریخی و نمونه های مشابه که بعضا جمعی از نیروهای وفادار به اصلاح طلبان که به علت نا... ناکامیها ها شاید در سال 84 با ساز تحریم موجب پیروزی احمدی نجات شدن هشدار داده بود و انظار میداد و نوشته بود که در این میانه ناگهان جماعتی ذکر تحریم گرفتند که به ذکر تاریخی تیر ماه 84 شرکت صحنه در تسخیر پریشانی و پشیمانی و یأس بود و کدام بستر از این مهیاتر برای کسانی که سخن از کنار کشیدن و قهر می گفتن. یکی از تنبیه اصلاح طلبان می گفت و برای تنبه آنان راهکار تحریم را تبلیغ می کرد و دیگری آنقدر فرط ناکامیابی ها رو به رخ میکشید که بسیارانی را به ورطه این پرسش بی پاسخ انداخت که چه چون این بود که طبقه متوسط پراکنده شد و شد آنچه شد مردمان اما تا به خود آمدند و دانستند که در کمند تندی و بی تدبیری ادهی قلیل افتاده اند دیگر دیر شده بود و درخت قهر و تحریم میوهی داد به طعم هشت سال اصر احمدی نژاد و امروز دوباره به زم نویسنده همان روز هاست که به قیاس تطبیقی آن دوره و این دوره می پرداخت. محمد علی وکیلی مدیر مسئولی روزنامه ابتکار که خود نامزد انتخابات بوده گویا پس از رد صلاحیت در حیات های نظارت بالاخره در شورای نگهبان تایید صلاحیت شد بعد در روزنامه ابتکار صفحه یکم خبرش منتشر شد در این میان ابتکار و برخی دیگر از روزنامه های همسو به پوشش این رویداد پرداختند بر اساس گزارش روزنامه ابتکار محمد علی وکیلی که برای دهمین ده دوره انتخابات مجلس از حوزه تهران شمیرانات ری و اسلام شهر کاندیدا شده پس از تایید صلاحیت نهایی از سوی شورای نگهبان در بیانیه‌ای با اشاره به جمله از خمینی که گفته بود میزان رأی ملت است اشاره کرد که انتخابات متجلی ترین فعل جمهوریت است جمهوریت نیز خواست تاریخی ملت و انقلاب اسلامی بوده و است هر جوششی در انتخابات کوششی برای تثبیت جمهوریت نظام است و در واقع تقویت نظام به حساب می آید از این روی انتخابات مجلسین پیش روی یعنی خبرگان و مجلس می تواند تأییدی و تقویتی برای جمهوریت نظام به حساب باید. لازم به توضیح می بینم که اشاره کنم برخی از نیروهای اصلاح طلب جمهوریت رو تنها مدل نظام دموکراتیک در جهان می و همواره با ابراز گلایگی از تنگ شدن حلقه نخبگان در چرخه قدرت نسبت به توهی شدن و فراموشی عنصر جمهوریت نظام اظهار نگرانی می کنند که نخستین بار گویا مهدی کرروی صریحا طی اطلاعیه اعلام کرد که نظام کنونی نه جمهوری و نه اسلامی ادامه میدهیم با سایر مطالب و موضوعات برنامه امشب صدا و سیما تنها 48 ساعت پس از قوقای رسانه متمرکز شده بران که با رسوایی جنسی دو کارمند و برکناری مدیر ارشد این رسانه تحت امر رهبری ایران رسوایی های بیشمار در داشت مجددا به سرستون های یادداشت ها و نقد ها در روزنامه های کشور بازگشت این بار به خاطر سانسور سریح حسن روحانی در این میان روزنامه ای ایران ارگان دولت در یکی از داشته اصلی شماره امروز خود به قلم عزیزی با این پرسش که جامع جمع با برجام و انتخابات چه مشکلی دارد در آغازین سطر نوشتار گلایه کرد که صدا و سیما که اصرار دارد مخاطبان آن را به عنوان رسانه ملی پذیرا باشند دو روز متوالی و در دو مراسم ملی از پخش سخنان رئیس جمهور امتناع کرد یک شنبه بنا به اعلام قبلی قرار بود سخنان حسن روحانی در دومین همایش ملی اعتدال به عنوان زنان اعتدال و توسعه از شبکه خبر پخش شود ولی صدا و سیما از پخش آن سر باز زد و همینطور در برنامه تقدیر از برجام که نیمه کار پخش را قطع کرد نویسنده در پایان چنین نتیجه گرفت که اگر بسیار خوشبینانه ماجرای قطع برنامه ی همایش زنان و سخنرانی روز یکشنبه را رو به حساب صحو و اشتباه بگذاریم اما اتفاق دیروز نشان داد که رویه جدیدی در جامعه در پیش گرفته شده که رنگ و بوی ناخوش جناهی و هدفگیری انتخاباتی دارد و طراحان آن در تفسیری خطرناک خود را در یک جبهه سیاسی قرار دادن و به زعم باطل خیش تلاش دارند دولت را در سوی دیگر بازی های انتخاباتی تعریف کنند. ستون روزنامه دولت با هشدار به حزبی شدن عملکرد صدا و سیما خواسته با اشاره به قطع برنامه دیروز با سؤالی هشداری نوشت اکنون این سوال مطرح می شود که به راستی آیا صادر کنندگان دستور سانسور به عواقب کار خود اندیشیده اند آیا چیزی به نام وجه و اعتبار نزد آنها معنا دارد و رقم میزنیم با دیگر روزنامه های برگزیده در کمپ اصول گرایان مطالب چشمگیر و تحلیل های خاص که در واقع حاوی نکته نو باشد امروز مشاهده شاهده نگردید اما نوع چیدمان تصویر آیت الله علی خامنه ای مدلی از عکس خبر تنظیمی بوده که گویا در واقع بازآفرینی صحنه‌های های بیعت با خمینی از سوی برخی از همافران در سال 57 رو به ذهن متبادر میکرد که با آیت الله خمینی انجام داده بودن این بازآفرینی تصویری گویی یا نوعی اختباس از صحنه آرایی تاریخی آن روزها برای خامنه ای مدیری از اعتبار بخشی یا به تعبیری همزاد پنداری و یا همتراس سازی است که در قوقای چلش های ریز و درش پیش روی این فقی به ایمین سازی و هاشی آفرینی خود می اندیشد. علایه حال بیشتر شبیه به یک فرمان نظامی بوده که این عکس و تنها این تک عکس در تمام روزنامه ها باستابه گسترده یابد که در دنیای یا روزنامه نگاری و روابط عمومی نهادها خود حاوی مفاهیم و معانی خاص است روزنامه های همچون کیهان با بکارگیری واژه بیعت عملا آن صحنه تاریخی اشارتی مستتر و مستقیم داشت البته با واژه انتخابات همچنین روزنامه های قدس روزنامه رادیکال و تندروی سیاست روز و یا روزنامه رسالت منتصب به جبهه اصولگرایان و معتلفه ای ها همگی در این بازآفرینی تصویری و خمینی سازی خامنه ای کوشیده البته به خمینی سازی اشاره کردم ناگه به ذهنم آمد که سید مصطفی تادزاده که در آخرین نامه خود از زندان نسبت به رد سلاحیت های گسترده به خامنه ای اعتراض داشت در بخشی از نوشتار از واژه خمینی زدائی استفاده کرده بود و خطاب به خامنه ای هشدار داد که مکن کاری که خمینی زدائی به نام تو سخت شود که شاید این مدل پوشش خبری امروز با عکس هایی از بازآفرینی سال 57 پاسخی مستطر باشد به تادزاده ها که به خمینی سازی و خمینی زدایی روی سخن آوردند. همچنان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید در وقت باقی مانده دور از جدال های جناهی و فارغ از جهان سیاست خبری میخاندیم که البته آن هم بی ارتباط از مدل مدیریت های سیاسی در ایران نیست که در روزنامه های بسیاری نیز مرتوجه واقع شد آن هم در صفحه نخست عمده روزنامه های پرشمارگان منتشر شد ماجراهای عجیب ورود 700 خودروی پورشه توسط زنی مرز نشین. روزنامه های همچون آرمان، شرق، مردم سالاری و غیرو در گزارش های جداگانه ای با اشاره به عدم شفافیت گمرکی در چند سال اخیر که منجر به تخلفات گوناگونی نیز شد نوشته بودند آمارها نشان می دهد خانمی به اسم مریم دوسر که در روستای حسن زندگی می کند و سرمایه زندگیش کمتر از یکصد هزار تومان بوده با دویست و, پنجا و هشت فقر اظهارنامه بیش از 700 خودروی سواری پورشه به کشور وارد کرده است در یکی دیگر از گزارش ها مشخص شده 60 بازرگان که تا کنون هیچ گونه اظهارنامه مالیاتی نداشته اند حداقل بیش از 30 نفر آنها کالاهایی به ارزش بیش از 100 میلیون دلار وارد کردند که این نشان از خلع در بخشی از فرایندهای گمرکی به دلیل نبود اطلاعات شفاف و درست از کشور مبدا و تطبیق آن با اظهارنامه های افراد در گمرک است این گزارش هایی است که علی بعیدی مدیر کل فناوری و اطلاعات و ارتباطات گمرک از آن خبر داد البته وجود چنین تخلفات سازماندهی شده پرپول و سودی یادآور جمله معروف احمدی نژاد است که از وجود برادران قاچاقچی سپاه نیز یاد کرده بود که در اسکله های کشور همه رقم کالا واردات و صادرات می کنند بدون پاسخگو بودن به هیچ نهاد و مرجع و ناظر و بازرسی به پایان برگ دیگری از برنامه شامگاهی دفتر صفحه یک رسیدیم بیننده ی برنامه شامگاهی آن سوی خبر باشید که با شرح تکمیلی آخرین خبرها از ایران منطقه و جهان بلا فاصله پس از صفحه یک پخش خواهد شد تا آنگاه شامگاه خوش بدرود